هیچ شب شمعی نمی سوزد چو من، هیچ شب شمعی نمی سوزد چو من، پروانه ای هم نیست بی سامان تر از من عاقلی، دیوانه ای هم. ای وطن آباد مانی، سربلند آزاد مانی، گرچه بهر من نداری کلبه ای کاشانه ای هم. گرچه بس بیگانه امروزت نماید خیش، گرچه بس بیگانه امروزت نماید خیش و خواهان، پیش من خیشی ندارد دوستت بیگانه ای هم. عمر و جان کردم نثارت، عاشقم دیوانه وارت، عمر و جان کردم نثارت، عاشقم دیوانه وارت، عاشقی دیوانه چون من نیستت فرزانه ای هم. عشق و ایمانم به ایران در دو گیتی هم نگنجد، عشق و ایمانم به ایران در دو گیتی هم نگنجد، نیست رتلی در ان ایران سنجدین پیمانه ای هم، نیست رتلی در ان ایران سنجدین پیمانه ای هم. ان ایران یعنی غیر از ایران، به جز ایران هم هیچ کسی نمیتونه این رو حساب بکنه. به نام خدای بزرگ ایران و به نام ملت بزرگوار ایران و با درود به یکایک هم میهنان ارجمندی که در سراسر گیتی این برنامه رو میبینند، برنامه در گذرگاه تاریخ رو از تلویزیون پارس میآغازم. چامه رو که در آغاز برنامه شنیدید از مهدی اخوان سالس بود. به دنبال کشف مبلغ 3000 میلیارد تومانی دزدی بانکی، این لغت رو همیشه یادتون باشه رکورده، به دنبال کشف مبلغ 3000 میلیارد تومانی دزدی بانکی، اکنون رفته رفته زمزمه اختلاس 1000 میلیارد تومانی دیگر در دستگاه پاکترین دولت تاریخ ایران گسترش می‌یابد. خیلی پررویی میخواد که احمدی نژاد بیاد بگه در برابر حکومتی که در گذشته از مردان بزرگی در ایران بودن و مانند مصدق که یکی از پاکترین دولت‌ها بود، بیاد بگه دولت من پاکترین دولت تاریخ ایرانه، با اون وقت این دزدی‌ها درش پیدا شه. ولی حالا این صحبت زمزمه‌اش داره میشه از اختلاس 1000 میلیارد تومانی، اما در یک کشوری که از یک طرف دستگاه قضاییش حلقه به گوش یک آخوند درجه دوی به نام خامنه ای در اون بالاست و میگه این دزدی ها رو اینقدر کش ندید، این اولین واکنش اصلا مفهوم این هر رو چی؟ یک رهبر، یک آدمی که خودش رو رهبر یک کشور میدونه، حالا نابجا یا هرچی، الان با زور در اونجا نشسته. کجای دنیا دیدید شما که یه دزدی عظیمی بشه که رکورد دزدی تاریخ اون کشور رو بشکنه، بعد رهبر اون کشور بیاد بگه آقا ول کن کش ندین اینقدر؟ خب یعنی منم با همینام، یعنی منم هم دست اینام، و یعنی کدوم رهبری میاد بگه که آقا این دزدی رو ولش کنی کش ندین؟ یعنی مردم غریبن، یعنی مردم نباید چیزی بفهمن. به هر رو این در یک کشوری که دستگاه قضاییش نوکر یا آخونده، از طرف دیگه در کشوری که یک رسانه آزاد و ضربه نخورده وجود نداره تا از حقوق این ملت دفاع کنه و آنچه که پشت پرده است به مردم بگه و حقایق رو به گوش مردم برسون، اینم نداری. سرانجام در سرزمینی که همه با هم در قارت و تاراج سرمایه مردم همداستان و همدوشن، چطور میتوان در یک همچی کشوری که به طور کلی همه مثل زنجیر دزدان به هم وصلن، میشه دزدان رو، قارتگران رو، چپاولگران رو، سرمایه های کسانی که سرمایه های مردم رو
دزدیدن و بردن به خارج از کشور شناخت و دستگیر کرد. بوی گند دزدی ها و ستمگری ها که سردمداران بی‌آبروی حکومت کنونی ایران در بند خاموش کردن اون دیگی که این پلیدی درش داره میجوشه و بوش جهان رو برداشته نیستند، رئیس قوه قضاییه میاد میگه که من گوش به فرمان رهبر هستم، هر کس رو ایشون بگه دستگیر کن میکنم، هر کسی رو که خواست آزاد کنم آزاد میکنم. آخه این چه قضاییه؟ این چه دستگاه قضاییه؟ آخه مردک از اون امامت خجالت بکش. رئیس قوه قضاییه، رئیس قوه دادگری اینه که بگه هرچی اون آقا گفت من همونو گوش میدم. به هر روی با این وضعی که در کشور هست باید چشم به راه خبرهای تازه از دزدی‌ها، کشتارها و ستمگری‌های بیشتر در رژیم کنونی باشه. رژیمی که وقتی آدم فکر می‌کنه میگه خب اگر واقعاً ما در ارزش گذرنامه جزو آخرین کشورهای جهان هست، در شمار بیماری‌ها و آلودگی‌های اجتماعی مثل اعتیاد و غیره جزو آخرین کشورهای جهان هست، در رفاه مردم جزو آخرین کشورها هست، در سقوط ریال و ارزش ریال در دنیا از آخرین کشورها هستیم، در مورد آزادی زنان آخرین کشور هستیم که به زنها آزادی داره میده، مثلا آزادی دارن این هست. اگر واقعا در تمام اینها ما در آخر هستیم، دست کم در تعداد زندانی رکورد داریم اولی، در شمار بی سوادان اولی در دنیا، در دزدی هایی که میشه رکورد داریم اولی، در شمار اعدام ها اولی، در شمار ایرانیان فراری و آواره و کوچنده از ایران اولی، در گرانی روزانه کالاها در ایران اولی و و و در اینا اولی. خب خوبه دیگه، ما خیلی چیزا رو اولیم، حالا درسته از ارزش ریال و غیره و گذرنامه و غیره آخریم، ولی در این چیزا اولیم. می پردازیم به تاریخ. من در هفته پیش گویا سه‌شنبه به علت کسالتی که داشتم نتونستم بیام، بنابراین 15 روز پیش دانستیم که بعد از تصرف قراخطا، قراخطا یه منطقه مثل بندازه خراسان امروزی بود در شمال خاوری میاندرو، ماورا، یعنی ماورا و نهر، بله در اونجا بود و فرارود، و این رو چنگیز با یک حمله گرفت. به محض اینم که اونجا رو گرفت، این رو آزاد کرد، به سربازان گفتش که حق ندارید به مردم اهانت کنید، هرچی از مردم میخرید باید پولشو کامل بدید، اگر کسی شکایت کنه که شما پول او رو ندادید و ثابت بشه بیدرنگ شما رو میکشه. در نتیجه مردم دیدن عجب این حکومتی که الان تاتارها اومدن و گرفتن نسبت به اون حکومت کوچلک خان که یک آدم زورگوی دزد خودخواه و سیری ناپذیر بود، یک حکومتی اومد، یک گروهی اومدن بیگانه، درسته بیگانن ولی همه جور دارن رعایت میکنن و میگن دین هم آزاده، حتما نباید که مسلمان باشه یا غیر مسلمان. به هر رو بعد جلسه تشکیل میشه، وقتی که اینها میان قراخطا رو میگیرن، در برابر سلطان محمد خوارزمشاه یک جلسه تشکیل میشه که چه کار باید بکنن. همیشه بعضی از شاهان ما در اون آخر سر وقتی حمله میشه و میان به خاک تجاوز میشه، اون موقع تازه جلسه تشکیل میدن که چه کار باید بکنن. در اونجا پیشنهادهایی شد، یک روحانی به نام امام شهاب الدین خیوقی گفت آقا پشت رود سیحون که مرز ایرانه و تاتارها، اونجا باید اینا رو میخکوب کرد و جلو نیامد. تیمور ملک که یکی از سرداران بسیار بسیار دلاور ایرانی بود و از
دوستان و شاید از فدایان جلال الدین خوارزمشاه، پسر سلطان محمد خوارزمشاه بود. او هم عقیده امام شهاب الدین رو داشت و همچنین جلال الدین. اما این پیشنهاد از طرف کسانی که مفت خورده بودند و خوابیده بودند و ثروت جمع کرده بودند و در رفاه بودند پذیرفته نشد. اینها گفتن آقا بذارید بیان تو، ما عقب میکشیم خودمون رو. وقتی اینها رسیدن به غزنین یا حتی به هندوستان، چون بخشی از هندوستان مال ایران بود، در اون زمان ما به اینا میتازیم. یک صرف مسخره ای که بیان نیمی از کشور رو بگیرن بعد بگن که خب حالا ما میزنیم. این پیشنهاد بزدلانه با مخالفت تیمور ملک مواجه شد و گفت این چه کاری است که شما خاک ایران رو دست دشمن میدید بعد میخواید باش بجنگید. به هر روی مخالفت کرد، ولی در این وسط گفتگو که در گرفت، سلطان محمد خوارزمشاه رشته کلام رو به دست گرفت و اونطور که تاریخ نویسان نوشتن عیناً چنین گفت. گفت به نظر ما پیشنهاد امام شهاب الدین خیبقی و تیمور ملک، یعنی اون دوتایی که گفتن اصلا جلوی مغولا رو بگیرید و نذارید بیان تو، از دیدگاه جنگی عملی و پسندیده نیست. چون خود شاه هم بزدل بود، ترسو بود، نمیخواست وارد جنگ بشه. اصلا واقعا زندگی سلطان محمد خوارزمشاه شگفتی آوره. این آدم بسیار دلاور بود، بسیار شجاع بود، حتی نقشه داشت که به چین رو بگیره و بیاد به سواحل اقیانوس آرام. و بعد ناگهان چنین بزدل شد که اصلا از رو در رویی با مغولان میترسید. و اینجا هم گفت نه، از نظر جنگی این عملیات پسندیده نیست. ما برانی که به بگذاریم که مغولان پیشتر بیایند و همان گونه که بعضی از فرماندهان گفتند بگذاریم از سیحون بگذرند تا به ماوراءالنهر برسند و حتی به غزنین. آن وقت در راه‌های صعب العبور ماوراءالنهر و افغانستان به جنگ با آنان برمیخیزیم و تارمارشان میکنیم. چون فقط دلیل بخواست بیاره که نمیخوام من به جنگم. ما دستور داده، هنوز سلطان محمد داره سخن میگه، ما دستور داده این پیرامون سمرقند با روی به بلندی 8 گز، یعنی دیواری به بلندی 8 متر و به درازای 12 فرسنگ بنا کنم. حالا شما فکر کنید این دستور رو تازه داده، بخواید یه همچین دیواری که 12 فرسنگ یعنی 72 کیلومتر درازا داره و 8 متر بلندی داره، بخواید جلوی پاراه مغولا رو بگیره، چقدر احمقانه است. اونا پشت مرز رسیدن و دارن میخوان وارد بشن و اینا تازه شما میگه نه، سمرقند رو ما به این وسیله حفظ میکنیم. بنابراین شهر سمرقند رو وامی گذاریم و به جنوب میرویم، زیرا با چنین برج و بارویی که ساخته خواهد شد سمرقند به خوبی میتواند در برابر تاتارها ایستادگی کند. همچنین بخارا و مرو دارای باروهای مستحکمی هستند. از سوی دیگر خراجگرانی را به سراسر کشور فرستاده ایم تا خراج 3 سال را از پیش از مردم بستانن. فقط زورشون به مردم میرسه. جنگ شروع شده، 3 سال جلوتر میخوان مالیات هم مردم بگیرن که جلوی دشمن بیستن. همچنین دستور داده ایم که به فوجهای کماندار ما نیز بیفزاید. فقط دستور دادن اما هیچ کار نشد. این سخنان سلطان محمد در گفتگوها رو بست. چون عادت ما ایرانی هاست که هرچی شاه بگه یا هرچی اون بالاتری بگه، همینطور که اون آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفته بود هرچی حضرت رهبر بگن من همونو گوش میدم. قوه قضاییه در ایران یعنی به هر حال در گفتگوها رو بست و گفتگو پایان پیدا کرد. و در جای حالی که بسیاری از فرماندهان راحت طلب از نتیجه این سخنان شاه خوشنود و راضی بودند، ولی بسیاری دیگه مثل تیمور ملک برام بودند که سخنان امام شهاب الدین خیبقی سخنان منطقی درستی بود. در این زمینه وقتی از در تالار می اومدن بیرون، برخی از سرداران زیر لب می گفتن مردم مالیات این سالم ندارن بدن،
توانایی دادن مالیات امسال رو هم ندارن. چگونه ما دو سال هم بر اون اضافه کنیم و از اونها خراج سه سال رو بگیریم؟ به هر روی با پایان یافتن گفتگوها حاضران تالار رو ترک کردن و به گروه های 4-5 نفری بخش شدن و گله گله در پهنه باغ دربار به گفتگو و تبادل نظر پرداختن. سلطان محمد هم از در دیگر تالار رفت بیرون و به دفتر کار خودش رفت و بیدرنگ فرمان داد تا همه ها. اولین کاری که سلطان محمد انجام داد این بود که گفت قراختا را که مغولا گرفتن، مرز ایران با قراختا رو به عمق 3 کیلومتر اون چه مزرعه، قنات، کاریز و درخت و جنگل و چشمه هست همه رو آتیش بزنید و کور کنید. یعنی یک سره یک منطقه مرده و سوخته رو ایجاد کنید. به خیالش که چون این وسط این 3 کیلومتر همه چی سوخته، نه آب هست، نه قنات هست، نه چشمه هست، نه هیچی، بنابراین مغولا میترسن بیان دیگه نمیان. با یک عمل سبکسرانه و نادانانه آمده میخواد جلوی مغول رو بگیره، غافل از اینکه وقتی این کار رو کرد سپاهیانش ریختند و قنات ها رو کور کردن، چشمه ها رو کور کردن، کشزارها رو آتش زدن، جنگل ها رو همه رو آتش زدن، مردم بیگناه اونجا جایی نداشتن که بدن که اینیست که فرار کردن رفتن به قراختا. کجا؟ اونجایی که مغول ها تصرف کرده بود. وقتی رفتن اونجا و بلافاصله چنگیز یه آدم بسیار هوشمندی بود گفت تمام اینها رو بگیرید و ازشون بازجویی کنید و آگاهی هایی از وضع ایران و سپاهیان سلطان محمد خوارزمشاه از اینا به دست بیارید. البته روستایی اطلاعات زیاد ژرفی نداشت از مسائل سپاهی و اجتماعی، ولی بازجوها و کسانی که از اینا بازجویی میکردن بسیار آگاه و وارد بودن و مجموعاً یک گزارش بسیار دقیقی برای چنگیز تهیه کرد. و سلطان محمد نمیدونست که چنگیز از ماه پیش و شاید از 1-2 سال پیش از این خیلی چیزها رو فهمیده و درک کرده و مسئله آب و خوراک رو هم بر خودش حل کرده. یعنی اگه یادتون باشه من در چند برنامه پیش گفتم که چنگیز در مورد آب و خوراک و مسائل آشامیدنی اسب‌ها و شتران و سربازانش با فرزندانش و با نزدیکانش گفتگوهای کامل رو کرد. تنها کوده کار سبکسرانه سلطان محمد خوارزمشاه این بود که نزدیک به 1 میلیون نفر از روستاییان رفتند به قراختا و در اونجا چنگیز که بسیار هوشمند بود دستور داد که آگاهی هایی از اونجا به دست بیارن، بازرسی دقیقی بکنن، شمار نیروهای سلطان رو گفتم که با اینکه آگاهی ممکن نشده باشن ولی میشه به دست آورد. اگر در هر کدوم از این روستایی‌ها که رفته بودن 3 نفر خدمت ارتشی خودشون انجام داده بودن، اون 3 نفر اطلاعات شایسته رو داشتن. بر چنگیز بعد از اینکه این اطلاعات رو گرفت دستور داد که سرانش، هنوز حالا حمله به خود خاک ایران نشده، فقط قراختا رو گرفت، دستور داد سران سپاهش و 4 پسرش بیان و در ضمن نیروهایی که فرماندهی باید بکنن مشخص بشه که کارشون چه خواهد بود. 4 پسر چنگیز رو، چنگیز 4 پسرش اکتای و جوجی و بعد جغتای و تولی رو دشون کنار خودش، دوتا از پسراش این و دوتا اون بر. بعد هنگامی که جلسه به اصطلاح رسمی شد همه مسائل رو بررسی کرد، همه مسائل، نیروهای زیر فرمان رو شمارش رو تقریبا دقیق میدونست،
حتی از اختلاف‌های کوچک و بزرگی که میان فرماندهان و سران مفتخور سلطان محمد خوارزمشاه وجود داشت آگاه شده بود و حالا وقتی که همه این صحبت شد گفت اکنون زمان حمله مستقیم به خاک ایران. بامداد یک روز سرد پاییزی چنگیز سران سپاهش و چهار پسر خودش گفتم تودلی، اوکتای، جوجی و جغتای رو به چادر فرماندهی فراخون و گفت امروز واپسین بررسی ها رو میکنیم چون بر پایه آگاهی هایی که به دست آوردیم نیاز به یک بازنگری در آرایش سپاه و شیوه فرماندهی داریم، باید یه تغییراتی بدیم. ببینید چقدر دقیق و موشکافانه کار میکرد، نه اینکه به سلطان محمد بگه یک دیوار 12 فرسنگی ما درست کردیم و دیگه خیالمون از چیز راحت. خب فکر میکنه از اون سر 12 فرسنگی میتونه وارد اون منطقه‌ای بشه که سمرقند هست. به هر رو با دستوری که چنگیز داد در کمتر از یک ساعت تمام سران سپاه و تمام و پسران چنگیز همه اومد و چنگیز گفتش که اکنون ساعت سرنوشت فرا رسیده و هماهنگی شایسته‌ای که به هنگام یک جنگ بزرگ باید در میان فرماندهان هر کشور وجود دارد در سرزمین دشمن وجود ندارد. یعنی اول دل اینها رو پر کرد، گفت جنگ بزرگی آغاز میشه که این جنگ نیاز به یه هماهنگی کامل بین فرماندهانه که خوشبختانه در میان مرد سپاهیان سلطان محمد خوارزمشاه این هماهنگی وجود نداره. بر این پایه کار ما آسان است، اما بررسی ما، برنامه ما دقیق تر خواهد بود، چون یک مرتبه اگر یک منطقه بزرگی رو بریزن روی دامنه کشور حمله کننده ادارش خیلی مشکل خواهد بود. بعد روی خودش کرد به چهار تا پسرش و گفت یک تیردانی رو بیارم. من این داستان رو چندین جا از چندین نفر شنیدم که حالا برای شما خواهم گفت، اما تنها جایی که من بهش اعتقاد دارم و دیدم که همه تاریخ نویسان این رو به چنگیز نسبت دادن، بر این پایه من هم اون رو از چنگیز میدونم. اومد دستور داد یک تیردان آوردن. خب تو این تیردان 10-15 تا تیر بود. به جوجی گفتش که یک تیر داد به جوجی، گفت این تیر رو بشکن. میدونید تیرها در گذشته از درخت گس اسمش داره که چوب بسیار سختی داره درست میشده. جوجی گرفت خیلی ساده و راحت اون رو شکست. بعد دوتاش شد تیر داد بهش، گفتش که با این دوتا چگونه ای؟ اونم گرفت، البته یک کمی فشار بیشتر داد ولی باز شکست. بعد چنگیز 3 تیرش کرد و وقتی داد دستشون دست جوجی اون هرچه نیرو داشت به کار بود تا بالاخره با دشواری موفق به شکستن 3 تیر هم شد. تیرها رو 4 تاش کرد و به جوجی داد، اما این بار دیگه جوجی هرچه کوشید نتونست اون 4 تیر رو با هم بشکن. عطاملک جوینی در این باره میگه آنگاه چنگیز گفت این تیرها مانند شما هستند، تیر ضعیف هر چند مضاعف شود و پشتیبان مبارزان باشند شکستن آنها سخت تر است و به عجز و دشمن به عجز دست از آن بر می دارد. مادام که میان شما برادران مظاهرت یعنی پشتیبانی ظاهر باشد، مساعدت هر یک به مساعدت دیگری قوی شود، هرچند اصحاب شدت و شوکت باشد. یعنی هرچه دشمن سخت باشه وقتی شما پشتیبان هم باشید دشمن پیروز نمیتونه بشه. چنگیز اونطور که تاریخ نویسا نوشتن گفت تنها پشتیبان یکدیگر بودن کافی نیست، باید یک تن را از میان خودتون به سروری برگزینید به رهبری و همه فرزندان و پیروان شما نیز اون یک نفری که شما برگزیدید، درسته همه با هم هم پیمانی ولی یه نفر باید رهبر باشه و اگر از میان شما چند نفر بخوان
دستور بدن و رهبر بشن، این کار نه تنها سودی نداره بلکه زیان بیشتری هم داره. بعد مثال میزنه، میگه فرض کنید یک ماری چند سر داره و یک تنه و زمستانه و برای فرار از گرما و سرما و گرم کردن خودش میخواد بره به یه سوراخی. اگر این سرها از همدیگر متابعت و پیروی نکنند نمیتونه مار وارد این سوراخ بشه، بنابراین سرما اون رو میکشه. اگر یک ماری یک سر داشته باشه و چندین تنه، که خب البته هم چیزی نیست ولی خب مثال داشت میزن، و چندین دنباله، میتواند به آسانی اون یک سر وارد سوراخ بشه و از آسیب سرما بر کنار بمانه. من از دوست ارجمندم آقای سامان نصیری خواهش میکنم اگه آگهی هست بگذارن برمیگردیم دنباله تاریخ رو نگاه میکنیم. بینندگان عزیزمند، یک هنرمندی آمده با تصویر یک نکته بسیار جالبی رو گفته و اون این است که گفته تمام دیکتاتورهای جهان دارای یک وجه اشتراک هستن و این وجه اشتراک با تصویر نشون داده. ببینید خمینی، استالین، صدام حسین، خامنه ای، بشار اسد، خیلی جالب این عکس رو درست کرده و کانکشن یعنی ارتباط و پیوند اینا رو با هم دیگه نشون داده. خیلی سپاسگزارم. هنگامی که چنگیز سخنان خودش رو میگفت، پسرانش با ادب و بزرگداشت ویژه همچنان خاموش و آرام به حرفهای پدر و رهبر کشورشون گوش میدادن. چنگیز سخنش رو دنبال میکنه، میگه ما هم اکنون برای حمله به ایران دارای یک سپاه 200,000 نفری هست که به 4 بخش تقسیم میشه. ببینید 200,000 سپاه رو به 4 بخش تقسیم میشه، هر بخش رو میده زیر فرمان یکی از پسرانش و بعد میگه دیگر فرماندهان تاتار نمیگه زیر نظر اینها باشن، میگه رایزنان مورد اعتماد این 4 پسر من باشن. خیلی مواظب سخن گفتنش بوده. بعد چجوری تقسیم میکنه؟ میگه یک سپاه 70,000 تنی مأمور تصرف شهر اوترار میشه. اوترار همون شهری است که اینالجوق 450 مغول رو، تاجر مغول رو در اونجا کش. میگه یک سپاه 70,000 نفری مأمور تصرف شهر اوترار و دستگیری آن سگ هار اینالجوق میشود که در که 450 تن از بازرگانان مرا کشت. فرماندهی این سپاه به اوکتای داده میشود، یعنی میده به پسرش. 70,000 نفر رو زیر نظرون. سپاه دیگری، پس این یه سپاه 70,000 نفر، سپاه دیگری که بیش از 12,000 سوار است به فرماندهی جوجی مأمور تصرف نوار مرزی و کرانه شمال و شمال خاوری رود سیهون میشوند و شهر جند را تصرف میکنند. فرمانده این سپاه جوجی است. یک گروه 5,000 تنی به فرماندهی جغتای خواهد بود و به سوی شهر خجند و بناکت خواهد رفت. ضمناً پشتیبانی از سپاه 70,000 تنی اوکتای را هم به عهده دارد. یعنی فشار جنگ رو گذاشت روی شانه اوکتای. بعد میگه من خود با تولی هم میگه این پسر کوچیکش بوده، من خود با تولی فرماندهی باقی مانده سپاه را به عهده خواهم گرفت و به سوی شهر بخارا خواهیم رفت، ولی آغاز حمله با سپاهیان اوکتای خواهد بود. اوکتای که 70,000 نفر زیر نظر داره. با اینکه چنگیز بیش از 100,000 سوار مغول رو در کنار تولی گذاشت، اون پسر کوچیکه، ولی و خودشم البته باش بود، ولی به خوبی روشن بود که آغازگر جنگ و ستون مهره های سپاهیان چنگیز سپاه 70,000 نفری اوکتای که باید بره اوترار رو تصرف کنه. در حقیقت چنگیز با این بخشبندی
میخواست نخست شهر اترار رو هدف قرار بده تا در برخورد با مدافعان این شهر ببینه کارایی نیروهای خودش و نیروهای سلطان محمد در چه پایه ایست. یعنی یک آدمی که از کودکی، از 10 سالگی بلکه کمتر، کارش جنگ و سواری و کشتار و غیره بوده، این آدم دیگه اصلا زندگیش، تجربهش، همه چیش میره روی حساب و با حساب کار میکنه. چنگیز از این بخشبندی چند هدف داشت. اول اینکه چون سنش از 60-70 سال بالا بود، میاندیشید که مبادا درگیر جنگ با ایران در بگذره و کشتشه، یا کشتشه در بگذره و یا عمرش به سر بیاد، و نمیخواست در برنامه کینخواهی او از سلطان محمد وقفه ای پدید بیاد و کشاکش میان پسرانش آغاز بشه. دوم اینکه با پخش کردن نیروهاش میان فرزندانش، قدرت فرماندهی اونها رو در یک نبرد بزرگ میسنجید. میدید کم یکی از اینا شایسته ترن که جانشین او بتونن بشن، و راه و رسم رزماوری رو نگاه میکرد و به ایشان میاموز. سوم اینکه با جدا کردن سپاهیان از یکدیگر، 70,000 تا، 10,000 تا، 12,000 تا، 100,000 تا، و تعیین برنامه کار آنها از چند نقطه مرزی، یعنی از یک نقطه، این کاری که بعدها اومدن جبهه دوم و سوم تشکیل دادن، اون از اون موقع وارد بود، از چند نقطه مرزی میخواست ایران رو در هم بکوبه و ارتباط دولت مرکزی رو با سپاهیان مدافع ایران در نقاط یاد شده قطع کنه. یعنی وقتی که از 4 نقطه مرز ایران به فاصله کن، به فاصله 70-80 مایل یک مرتبه بیاد، اصلا شیرازه فرماندهی به هم میریزه. و چهارم، در آینده با گشودن 4 جبهه در خاک ایران، مدافعان ایرانی رو سردرگم میکنه. خب قدرت برنامه ریزی و تاکتیکی رو از فرماندهان ارتش سلطان محمد میگیره. وقتی چنین حالتی پیش میاد، از 4 نقطه که اولید با چهارمی 280 مایل فاصله داره، این به هیچ وجه فرماندهان نمیتونن با هم هماهنگ کنن، اونم یک باره. بعد از این بخشبندی، فرماندهان حاضر در انجمن رو میان فرزندان خودش تقسیم کرد. گفته بود که شما این فرزندانم فرماندن و سرداران رایزنان مورد اعتماد اونها. اونم خودش تعیین کرد که چه کسانی میان رایزن اوکتای میشن، چه کسانی رایزن جوجی میشن، تولی میشن، همینطوری بقیه. نشست انجمن بعد از این کاری که تعیین کرد و فرماندهی مستقیم اونها رو تعیین کرد و سرداران رو معین کرد و گفت شما باید حرف فرزندان منو گوش بدید، گفت حالا جلسه پایان پیدا میکنه و قرار شد که اوکتای نخستین ضربه حمله رو به شهر اترار وارد کنه و حد اکثر بیش از 3 روز هم نباید طول بکشه تا حمله شروع بشه. بعد از اون به جغتای گفت که تو پشتیبانی اون داری برای میری، بنابراین اوکتای که اول رفت، جغتای پشت سرش خواهد. جلسه پایان پیدا میکنه و ساعت حمله فرا میرسه. اوکتای و جغتای در سپید دم یکی از روزهای رجب سال 616 در هجری قمری و که برابر با سپتامبر 1219 ترسایی و مهر ماه 598 خورشیدی در چادر فرماندهی که در یک فرسنگی شهر اترار برپا شده بود، واپسین بررسی ها رو انجام میده. تا یک فرسنگی میان اونجا جلسه رو تشکیل میدن، 2 برادر با یکدیگر، فرماندهانی هم که زیر نظرشون بودن همه رو به عنوان رایزن میارن. اون گروه میان آخرین بررسی ها و رایزنی ها رو انجام میدن. شما ببینید، یک حمله
چقدر مقدمه داره و چقدر بررسی باید بشه تا کوچکترین بیم شکست در اون نره. تیغه های پرتو آفتاب هنوز از کرانه خاوری آسمان سر نزده بود که دستور حمله از سوی اوکتای داده میشه، چون اوکتای فرمانده کل بود دیگه. هنوز سحر نشده بود که آفتاب بیاد بیرون، حمله شروع میشه و در پهنه گسترده ای از بیابان ناگهان در کمتر از 10 دقیقه سراسر فضای دشت رو گرد و خاک برآمده از سم اسبان مغولان که با سرعتش عجیبی، اصلا تاریخ نویسان نوشتن مغولان وقتی اسب میتاختن شتاب اسب ها شگفت‌آور بود، اسب ها رو میتاختن با سرعت، بعد همراه او چرخ های گردونه های فلاخن و سنگ انداز ها هم پشت سر اینا میبندن و اینها خاک رو به هوا بلند میکرد. به قول فردوسی، ز سم ستوران در آن پهن دشت، زمین گشت 6 آسمان گشت 8. چون آخه میگن زمین 7 طبقه است، آسمان هم 7 طبقه. میگه 1 طبقه از زمین خاکش بلند شد رفت آسمان، بنابراین زمین 6 طبقه شد، آسمان 8 طبقه شد. به هر روی گردونه آدمی خوار جنگ به حرکت در اومده و با شتاب به طرف مرزهای ایران و شهر اترار پیش میره. ساعتی نگذشت که سیاهی برج و باروی شهر اترار از دور نمایان شد و ماشین عظیم جنگی تاتارها به پشت دروازه شهر دژ شهر اترار رسید و جنگ میان چنگیز و سلطان محمد در همون موقع آغاز شد. حالا من توضیح دادم که سلطان محمد چجور اداره میکرد، فقط 4 کلمه حرف تشریفاتی زده میشد، نه این کار نکنه، نه اون کار بکنه، ما اون کار بکنیم. و اون وقت چنگیز چجور رفتار میکرد؟ بر روی نخستین تیرها و سنگها به دیوارهای شهر اترار فرود آمد. اترار شهر مرزی بود اصلا. قایر خان که دایی سلطان محمد بود، که اینالجوق بود اسمش ولی لقب قایر خان بهش داده بودن، که آدمی بود که اصلا باعث جنگ شد، جنگ رو او شروع کرد، یعنی 450 بازرگان و خدمتگزاران مغول و کش و از اون به بعد به دست اون این کار انجام شد و میدونست که در صورت پیروزی دشمن، یعنی اگر واقعا چنگیز پیروز بشه، سرنوشت دردناکی در انتظار او خواهد بود. به همین دلیل وسیله او هم وسیله جاسوسان خودش از 4-5 ماه پیش که خبردار شده بود که سلطان محمد خوارزمشاه پاسخ نداده به چنگیز و او رو تحویل نداده و خونبها هم نداده، اینم مقدمات کار رو فراهم آورد. البته آدم معمولی نبوده قایل خان، یه آدم آگاهی بوده، پختهی بوده، سالها در این زمینه کار کرده بوده به هر روی. و این خبر داشت که اگه چنگیز پیروز شه، به قول معروف تکه بزرگه این گوششه. به همین انگیزه او هم جاسوسانی فرستاده بود در میان سپاهیان چنگیز و آرایش جنگی مغولان رو به خوبی میدونست، یعنی به خوبی میدونست که فرمانده کیه، چقدر زیر دستش دارن فلان. بعد پیشبینی های شایسته ای هم ایشون کرد. او هم مواظب بود، در بالای برج و باروها سنگ های گذاشته بود، سنگ افکن های گذاشته بود که از همونجا رو سر سپاهیان مغول میریخت و اونطور که تاریخ نویسان نوشتن، با اینکه با اینالجوق خوب نبودن و او رو باعث حمله مغول میدونستن، ولی میگن بسیار دلیر بود و در برابر این سیل خانمان برانداز مغول ایستاد. و جالب این که با همه کوشش مغولان، با همه آمادگی که داشتن، 4 ماه شهر اترار مقاومت کرد.
خبر حمله مغولان به شهر اترار به سلطان محمد رسید. خب ایشون فقط کارش اینیست که انجمن تشکیل بده. با اینکه در انجمنی که حدود 2 ماه پیش در پیشگاه وی برپا شده بود و در زمینه مسائل دفاعی و شیوه رودررویی با مغولان سخن فراوان رفته بود، با این همه دوباره دستور داد که نشست بزرگی در حضور او برپا شد. فقط سخن نشستند و گفتند و برخواستند. در این نشست یک نفر اضافه شد و اون جلال الدین خوارزمشاه، پسر بزرگ سلطان محمد خوارزمشاه. جوانی بود دلیر، به راستی شجاع و به راستی جنگنده و جنگاور. او هم با اینکه پسر بزرگ بود ولی ولیعهد نبود. حالا براتون میگم که چرا ولیعهد نبود با اینکه پسر بزرگ بود. ولی ببینید 3 بار جلسه داشته شده بود، این دعوتش نکرده بودن. این بار جلال الدین هم حضور داشت. من در پیش گفتم که جلال الدین از یک مادر ترکمن بود و ترکان خاتون، مادر سلطان محمد خوارزمشاه که میشه مادر بزرگ جلال الدین، به علت اینکه این بچه از یک مادر ترکمن بود از این خوشش نمی اومد و فشار اون سرکار خانم ترکان خاتون به محمد شاه باعث شد که این آدم با اینکه دلاور بود، با اینکه جنگنده بود، با اینکه پسر بزرگ بود، با اینکه از همه شایستگی های رهبری رو داشت، سلطان محمد فقط به خاطر مادرش این رو چیز نکرد، ولیعهد نکرد. و پسر چهارم، شما ببینید چقدر کارها گل و گشاد و احمقانه بوده، پسر چهارم خودش قطب الدین اوزلاق رو که مورد علاقه ترکان خاتون بود به ولایت عهدی خودش برگزید. با این همه جلال الدین خوارزمشاه با آرامش و با صبر و شکیبایی سر ناسازگاری در برابر پدرش بر نداشت و ناخشنودی خودشو نشون نداد و همچنان به وظیفه هایی که به او محول می شد و وظیفه های زیاد بزرگی نبودند انجام وظیفه می کرد و کار خودشو انجام می داد. به هر روی در این نشست جلال الدین هم در کنار یکی از فرماندهان و بزرگان سلطان محمد حضور داشت، با اینکه پسر شاه بود ولی اونو در ردیف فرمانده ها نشونده بودن. خیلی به این مرد دلاور ستم روا داشت پدرش و درست من وقتی که این رو میخونم میبینم تاریخ تکرار میشه. در آخرین روزها که دیگه امیدی برای سلطان محمد خوارزمشاه نبود و در حال مرگ بود، در اون موقع جلال الدین رو ولیعهد کرد. آخه خیلی مسخره. من یادم میفته که در آخرین مواقع دکتر بختیار هم شد نخست وزیر در حالی که سرطان خمینی تمام ایران رو گرفته بود. باری سلطان محمد رشته سخن رو به دست، حالا تو اون جلسه که جلال الدین خوارزمشاه هم هست، رشته سخن رو به دست میگیره، میگه دشمن سرانجام به خاک ما تاخت و با نیروی عظیم شهر اترار را محاصره کرده است. البته این آلجوق مردانه در برابر آنها ایستاده است و می‌بینیم که بیش از 3 ماه است که آنها را در پشت حصارهای شهر میخکوب کرده است. اکنون می‌خواهم واپسین بررسی‌ها را انجام دهیم و نظر یکایک شما را، همش نظر می‌خواست، نظر یکایک شما را در این باره جویا شود. این در حالی است که شهر اترار در محاصره است و 3 بخش دیگر سپاهیان مغول آماده در پشت مرزها هستند که به دستور چنگیز ناگهان اونها هم مانند سه به درون خاک ایران سرازیر شد. بینندگان ارجمند تا اینجای تاریخ رو داشته باشی. با سپاس از یکایک شما که شکیبایی به خرج دادید و این
برنامه رو دیدید و با سپاس از دوست بسیار ارجمندم مهندس سامان نصیری در اتاق فرمان همگی رو به خدای بزرگ می‌سپارم تا درودی دیگر بدرود و پاینده ایران.